در گذشته این زمین ها عموماً غصب شده بود. سرک جور میکنه از بند کرغز تا پغمان از خو سرک کلان میکنه. این سرک بی خوشتک بود خو؟ بسیار خرد سرک بود. بی خرد استیم. فامیل تا زندگی میکنید که ما مردای ما میریم در یک میمانخانه کسی خو میکنیم و اتم سیاسرا فقط که دمیجا باشه دیگه. دا خپل دم 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 را خون و علا دی و بخشی علا دی شعور تر و کی دا خونه و دا ونری دی ور دا خونه و کابل هست مرکز افغانستان. شما ببینیم که این بینی شکل اینجا زندگی صورت میگیره. بینی وضعیت جایی به اینجا زندگی میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا ترسیدی؟ من بسم الله الرحمن الرحیم گفتم. عزیز ما ترسید. هموطنای عزیز نه چرا بزنم، خدا نخواسته باشم. بیننده های دوست داشتنی السلام علیکم و رحمت الله و برکات و وقتتان بخیر. باز هم عبیدالله اینی هستم در خدمت شما قرار دارم. ما در جایی آمدیم که در گذشته این زمین ها عموما غصب شده بود. اینجا به زور خانه آباد کرده بودند، ولی شهرواری کابل تصمیم گرفته که خانه ها را باز بگردانه به دولت. و اینمی سرکی را که شما اینجا میبینین، این سرک وسعت میتن، سرک کلان میسازن تا هموطنان ما که به طرف ولسوالی پغمان و منطقه تفریحی نامشان رفت سیکو تا حافظر سیکو بند قرغه میرن آزاد رفت آمد کرده بتانن. بخصوص در روزهای جمعه اینجا ازدحام بیروبار زیاد میشه، به ساعتها ازدحام ترافیک و رابندی میباشه. ولی حالا این خانه ها را شما میبینین که همهش تخریب شده و قبلا اینجا هموطنان کوچی ما زندگی میکردن که غصب شده بودی زمین ها، ولی حالا دوباره بازگردانده میشه. در این قسمت ها میگن که بیشتر از 60 خانه از اونمو قسمت آغاز، اینمو طور تانگ تیله که میبینین آغاز، اینمو تو تا خود چارای قنبر که سرک 40 متر است و قسمت وصل میشه، دو سرکه ساخته میشه و مشکلات هموطنهای ما حل میشه. برادر خوب استین؟ جانتان جور است؟ ساعتت خوب است انشاءالله؟ شکر، زنده باشی. جور باشی. نام چی است؟ نام محمد قاسم. محمد قاسم عزیز، خانه شما در سرک رفته؟ نه والا، خانه من را در سرک. یه از همسایه تان است؟ یه از همسایه ما است. چقدر خانه رفته اینجا؟ حالا یک و نیم صد خانه، یک صد خانه رفته انشالله. انشالله که بخیر سرک ساخته شده. سرک ساخته میشه انشالله بزور از خدا. خدا مهربان است انشالله. خدا مهربان است. سرک جور میکنه از بند کرغز تا پغمان از خو سرک کلان میکنه. یه سرک بی خوشتک بود خو؟ بسیار خرد سرک بود. بی خرد استی. اینجا روز جمعه بیایی تو راش هستن، یکی را نیستن، رابندی میشه واقعا. به مخاطر سرک میخواین کلان بسازن و سرکه شوه که مشکلات حل شوه. فکر کنم اونجا مشرایتان چطور جمع شدن؟ اونا خواه همیتا کلگ ششته هستن، همیتا گپ میزنن. خب همیتا کلگ ششته هستن. خب بخیر باشی. زنده باشی، جور باشی. دوست عزیز میگه که حتی نزدیک به 100 خانه اینجا تخریب شده یا بیشتر از او، که همین لحظه هم شما میبینید که اینجا یک تعداد که خانهایشان رفته فقط محولی خود یک پرده زدن فعلا زندگی میکنن. قبلا اینجا که میامدی خب اینا مالدار هم هستن، یک بوی تعفن زیاد اینجا بود، حالی هم احساس میشه. و ما میریم امروی همی کلانایشون صحبت میکنیم. این خانه از کی است؟ از شماست؟ خانه شما هستی؟ کاملا خراب شده؟ خراب میشه، بس اینجا کلی به جبار خراب میکنه، بس ما رو بار میتنی که بخیر دیگر. باز
خوب بچگک درست چیزی را نمیفهمه و بریم پیش همی کلانا و بزرگایشان که اینا چی گفتنی دارن و چی میخواین از دولت. ولی سرک که ساخته شوه من میفهمم همگی خوش میشه، بخاطر که وطن ما هرچقدر پیشرفت بکنه آباد شوه ما خوشحال میشیم. و سلام علیکم برو رخه سنگه خیلی انشالله من نه خیر و سه. خانه شما هم رفته در سرک؟ خانه ما کدام خانه شما هست؟ خب چند اتاق رفته از شما؟ همی سه چهار اتاق رفته. مکمل رفته؟ مکمل رفته. حال کجا زندگی میکنی؟ یعنی در خانه کاکایم زندگی میکنیم. خب یک جای زندگی میکنیم؟ یک جای زندگی میکنیم. دوام گیست سه خانه است. دمیر خانه است سه نفر خواستیم. سخت است. تعداد فامیل هم زیاد است. آه والا. یعنی من خودم هستم. چهار نفر فامیل هستیم من. شما؟ آه من خودم. دیگه ده خانه کهی ما جای میشم استاد. ده خانه جای نمیشم. مجبورم که من یک جای خوب بگیریم با خود. یک جای دیگه ای. کرام قیمت از کرام؟ کرام قیمت از کرام نیست. بارم نیست بدر. برسر خبری واقع باست بکاریزم. خب. خوب هستین انشاءالله. تشکر زنده باشین. خوش میکنم. خدا کنه که جو. شما باشندی همی محل هستین؟ بله ها. یعنی می که میبینین به طرف بالا کسی خانه ما است. خب از شما هست. بیا همونجا بریم. همی طرف بالا هست. خانه خود شما است. بله ها. چند اتاق از شما در سرک رفته؟ در اینجا مکمل یک اتاق برای ما مانده. خب. یک اتاق مانده دیگه کلگ از بین رفت. کلگیش از بین رفت. خودتون هم می‌بینید که اتاق هم بود از بین رفت. و اونم یک اتاق مانده که می‌بینید شما دیگه کلگی در اینجا اتاق ها بود یا کلگ از بین رفت. یک اتاق گفتی مانده. یک اتاق چند نفر زندگی میکنید؟ سه فامیل تا زندگی میکنید دیگه. ما مردای ما میریم در یک میمانخانه کسی خواه میکنیم و اتم سیاسرا فقط که دمیجا باشه دیگه. بسیار وضعیت ما خراب است. بالا به خدا جای بسیار تنگ است. بسیار زیاد تنگ است. حال گرمی هم نیست که ما در بیرون خواه کنیم. بله هوا سرد است. هوا سرد است. باران هم است و نمیشه که ما در بیرون خواه کنیم. بله دقیقاً. خب قانون است دیگه. وقتی که یک جای قانون تطبیق شوه سر همگی تطبیق میشه، حال اینجا سرک ساخته میشه، چی میگن برای شما؟ براتون خسارات میتن نمیتن؟ تاوان میتن براتون؟ نخیر. نمیتن؟ نخیر. برای ما نگفته که ما تاوان میتیم و ما را حتی چیزی را نگفته که ما بر شما مصارف از اجاره میتیم یا تاوانش میتیم. خود دیگه دولت خود دولت هست. ما دولت قانونش با چشم تطبیق میکنیم. نه بله با چشم تطبیق میکنیم. بر دو چشم باید کلگ افغانستان تطبیق کنه. خب مگم چیز که باید امی غریب هم یکمکی نظر طرفش بگیری که مثلا اقتصاد چی طور است، اقتصاد از چی طور است. بله با اقتصاد هم باید یک گپ زده شوه. گپ زده شوه باید. بریم پیش مشرا بریم گناه چی گفتنی دارن. ریسفیدای شما اونجا بزرگا جمع شدن. بخیر باشین. تشکر انشاءالله. دلتا مشرا نو هم اشته بلا مشرا یوزار زوی دل ورسره. خب فکر کنم که میگن نمیخواین صحبت بکنن چرا که شاید کدام مشکلی باشه. ولی مام هدف مامی است که صدای مردم برسانیم. وظیفه ما است و هدف اساسی مامی است که حقیقتا را انعکاس بتیم. حقیقتا بیان شوه و حق باید به حقدار برسه. این ملکیتی که فعلا ما بالایش استاد هستم، این زمینی زمین مردم بود، از ملت بود که بازگردانده شده به خود دولت، اینجا سرک ساخته میشه. ولی حتما از رو امرای از اینا صحبت هایی میداشته باشیم. ولی یک بار امرایشان هم آهنگی بکنم که چی گفتنی دارم. ما با ملک صاحب این منطقه هستم که اینجا شما میبینین که اهالی منطقه جمع شدن. ای که به ملک صاحب چی گفتنی ها داشتن، چی پیشنهادات داشتن، حال از ملک صاحب میپرسیم که
چی خواست دارن، چی تقاضا دارن و خواست مردم چی است؟ ملک صاحب سلام علیکم. و علیک سلام و رحمت الله و برکاته. شکر فضل خدای دی ورورته جوړه تیاری. شکر الحمدلله. ملک صاحب اولی را بگوین که ما خزم وطن یک تعداد پرسید موثق چه تعداد خانه اینجا رفته ده نقشه. اینجا دلته تر وسه پر شا چې د سلویش کور تللی. سلویش کور. چی میگن مردم؟ برای شما چی پیشنهاد دارن که چی بکنین؟ خلق دغه پیشنهاد لري چې وای دلته د خون مونړېدل د سړک و نړاوه دمبر رالی نو په دمبر باندې ګرد خلق خوشاله دي ورور دا ټول خوشاله دي پر دې دمبر باندې چې دا شو وتل معنا نه مګر یو پیشنهاد موږ حکومت ته لرو چې دا کورو سره باید دوی کومک وکړي یو خیمه او یو شی ورکړي دا اوس دغه د سبا او بل سبا بیا دا طوفانونه راځي او دا بارانونه راځي دا اټکل سوی دی نو باید یو څه مرسته د خلکو سره دوی وکړي چې معنا دغه کورونه یو خیمه میمه ورکړي بس دغه نو ډېر ځینې خوشحاله کېږو د حکومت د طالبانو سه وروره چې دا زموږ د خلکو سره یو کومک وکړي نور د دغه معنی یې موږ نه یو چې ولې سړک وایستې یا ولې داسې وکړه دا خو موږ خوشحاله یو چې دا سړک غټ سي وروره دا زموږ ماشومان او دا زموږ کوچنیان بم باره موټر یو شی نه وایي نه بله او نو موږ په دغه خوشحاله یو وروره د امارات سره موږ یو خبره نه لرو دغه ځینې لرو چې مقصد دغه یو څو خیمې دي دغه زموږ خلکو ته ورکوي چې دلته په دا کمپ کې یو ځای ورته ودروو ایته جای است کینجا برای شما خیمه داده شوه و کمپ بزنین داسې ځایونه ایله دي چې مقصد وسه هغه د کور بغل ته ووایي داسې ګوره دا ځایونه وسیله دي اوس ګوره دلته یو درې څلور خیمې ځایېږي یو دلته ځایېږي یو هلته ځایېږي یو په بل کونج کې مقصد یو پرده پر ځان باندې راګرځي نو بس یو ځای ورته برابرولی شو دا اوس دغه دي په دا کورو کې سره تقسیم کړي مو خواران ولا ساتر واتر هم سره لرو مونږ خو نو کلی دي کور دي نو اوس نو چې زموږ ماشومان هلته زموږ ماشومان نو چې هلته ایله پراته وي ورور هلته ایله باران ته پراته وي یا په خټو کې نو دغه موږ ته خو نه راکوي بربارم یو کور مسلمانانو ته ورکړي اوس ورننوتلي دي زموږ خواهش دغه دی چې زموږ سره د طالبان کومک وکړي ورور د خلکو سره نو دا کورونه دې رادې سي دلته دې څاروي وکړي د دې کورو چې څو کوره معنا تللي دي او دا خلک به وروښیو نو نور بس دغه زموږ خواهش دی چې مقصد زموږ سره یو کومک وکړي دا خلک انشاءالله ملک صاحب بیاین ما میبینیم که اینجا زیاد خانه هست بیا. چی مشکلات دارین در اینجا که برای شما تا بال اینجا رسیدگی صورت نگرفته از لحاظ مرکز صحی دارین اینجا مکتب است نیست مکتب هم اینم رو مکتب هم دقیقی و نریادی ده از موش مکتب بود دقیقی نه دقیقی دا زموږ مکتب وو مکتب هم د سړک رافته بل مسجد هم په مکتب کې تللی دی نو نور کورونه چې اوس د کم ته ورولم هغه خو بیا بیخي هوار شوي دي تاسو راځئ چې دغسې مو وګرځوم وګورئ دا کورونه مورونه وګورئ چه قدر فامیل هست اینجا ملک صاحب دلته تقریبا وسو اویا کوره دي که وسو اتیا کوره نو دا فامیل موږ پاته شوي دا نور د مځکې والا مو ټوله بار کړي دي نو چندان مځکه والا پاته نه دي بس که یو کور دوه ولس پاته وي چې مځکې لري او نور بس موږ هم د خیر سره به دغه ته ولاړ چې بالا د خیر سره د یو څو ورځې بعد موږ ته مځکې وځایونه راکوي نو مقصد نه بله نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو ورور د دې خلکو سره بیننده های عزیز اینجا مرکز کابل افغانستان است چارایی قنبر و کابل هست مرکز افغانستان شما ببینید که این به این شکل اینجا زندگی صورت میگیره و معلوم میشه که هموطنان ما با هزار یک مشکلات اینجا زندگی میکنن که حتی امکانات اولیه را در اینجا ندارن و هیچ باور آدم نمیشه که در کابل تو یک جایی باشه که با مشکلات زیاد در مرکز افغانستان هموطنان ما به زندگی خود ادامه بدن شما ببینین که تصاویرش براتون همکار ما داره اینجا چارایی قنبر است و با اینمی مشکلات با اینمی وضعیت کوچه ها و پس کوچه هایی که اینجا است اینا زندگی شب و روز خود پیش میبرن و زندگی خیلی ابتدایی است زندگی است که در این شرایط میبینید باید در اینجا که مرکز افغانستان از کابل و چارایی قنبر هم یک جای مهم است زندگی باید اینجا پیش بره که تمام امکانات
در دسترس هم وطنهای ما قرار داشته باشه، از درس دور، از تعلیم دور، از موضوعات صحی دور، انشاءالله که به مشکلات از اینا رسیدگی شود. این طرف بریم ملک صد. دمی بارانا چپه شد ملک صاحب خانه؟ وا پدا بارانو که گرد چپه سویده ورو رو چوله چپه سویده او سالانه داگه دیم زدی واسه اوزای بیایم چه مقصد ما از خالی اتراتون در ولی دی نه؟ بله دوگونی اتراتون در ولی چه بیخی دوگونی پیسی هم نلاری چه واسه مرشام زن تا دوژی هم رانیسی در زدی واسه بیایم داگه سیدی بیایم واسه اگه کورونا در شویم اگه زایون در شویم مقصد خونو جوند و زندگی خونو دون جوند و زندگی نده منگر خو بیام داگه تا ولاری چه منای جوند و زندگی تیرو مجبوره یو نه؟ بله یام مستندی از زندگی هموطنان ما که در اینجا زندگی میکنن، میگن که در بارانهای گذشته در میجریان یک هفته اینجا خانه ها فرو ریخت، سقفش فرو ریخت. انشالله که کسی را زخمی و اوگار نساخته باید یاره خونو بس دست زخمی هم ندی پکش پیدا سی خونی ریدل دی مقصد ندی بعد در باران پوراز بندی بس دست خونی از آن تا جوره کردی چه بالا 15 نفر و 2 نفر و 3 نفر پکش زایجی بله. نو بس دغه سی مقصد دغه سی کارونه مو کړی دی نو نور خدای مهربانه دی چې اوس څو ورځې بعد موږ ته مځکې او ځایونه راکړي دا خلک. ببینن په اینی وضعیت کوچه هایشان است و اینجا خو موتر هیچ را آمده نمیتونه. اما تو رس ملک صاحب وا موتر خو نسر اتلای این مریضایتان چی قسم انتقال میتین ملک صاحب؟ کسی که مریض شوه چی قسم انتقال میتین از اینجا؟ مریض نو بس پتوس که و پیچو برای باسو دست پسلور کسو نیسو پسلور کسو نیسو بیا باسو دا سرکت یا دنبر تا باس. خیلی سخت است. میگن که وقتی که کسی مریض شوه کسی که مریض شوه میگن که در یک قدیفه یا پتو یک دستمال چهار نفر میگیرن از چهار طرفش مریض انتقال میتن. مریض مره یا رقم چیه با داغه سی باس و پداغه رقم دقیقا واقعا که مشکلاتی هم وطنان ما زیاد است و حیران موندم که در من تا بال اینجا نامده بودم ملک صاحب. من نامده بودم واقعا در این مرکز کابل به این وضعیت زندگی هم وطنان ما خیلی دشوار است. خیلی 20 سال هم اینجا شل کالا کرد چه مردل تا تیر کردی پا دا جور زندگی. بله خوبم وطنهای عزیز اینمی حالت اینجا هست. هر چقدر که پیش رفته بریم اینمی وضعیت اینجا جریان داره. بله خب ملک صاحب اینطور پیش که بریم خانه اینم تو دیگه زیاد است. بس اینم آخریش است دیگه. بس اینم جالی ما تو رو میبرم علی سایی که تو اینجی خانه را چپه شده؟ چرا کم خانه است چرا کم جون دوزن دیگه مردم تیر میکنه و در ازاد. بله بروانی علی سایی بیجا دار ملک صاحب اصلا از کدام ولایت هستین شما؟ ولایت موش کوچیانی موش ولایت نلرو موش کوچیانی در طول افغانستان بندی موش اکل رو چی موش تا مانا اوزای را ورسیش طول افغانستان یا هموطنان کوچی ما هستن که اینجا زندگی میکنن ولی درزاده مرازی ها رو ستا کمیتی رازی؟ یو هم مرازی، تم مرازی، یو دیلان رازی، برور ستا کمیتی رازی، برور ای زمین ها کلش دولتی هست؟ آه، دا دقا دی دا جمله یکو بخون دا پلار دی دا زیونه دست رازا استاد خب، خب، خب دا خپل دم لما دمار اخون علا دیو بخشی، علا دیو شعور سرو که دا خونه و دا ونر یاد، ایگور دا خونه و ای خانم غلطیده دم ای بارانا او دا ونر یادی پا دا بارانو که دا ونر یادی دست رازه
دست راضا استاد اجازه ده مالک صاحب اجازه ای چیزی چه خونه منده ملک صاحب تو خب بلا خور از ده دوری از ده چیز ده زنی شب و روز هم اینجا سپری میکنین شب و روز هم اینجا تیر میکنم صاحب یعنی جای شب و روز داشتین هست شما میبینین بیننده های عزیز که بینی وضعیت جای به این جای زندگی میکنم خانه چپه شده سایی کنه اینا کلو خواه شده بله در جبری در کل و در خونه را بندی و نریا دلو نوبرمو نوبرمو دو گونه زنی ندار لادی چه مای در مشمان رو واسه اونو پا در برانو که دست دست سختی را بندی را غلی پا در برانو که چه حال تا مزامن بدیرشه آقا می دزوی کردی در از مخپل کردی خانه خود ملک صاحب امی است و خانه بچیشان اینجاست که دینمی زیر زینمی حتی برش خیمام گفته نمیشه زندگی میکنن شما ببینین که بچی وضعیت است و سپری کردن شب روز اینجا بسیار سخت است یک گپ زیاد تکرار نشه که اینجا مرکز افغانستان کابل چهارراهی قنبر است از مرغوی میترسی آمجان مرغوی آمجان ترسان خب ملک صاحب آل ما چی بگویم بیخ چیز بفتن نداریم اینجا را دیدم واقعا جگر آدم خون میشه بیا یعنی تشنه باش نرم صاحب بیا تشنه نه نه صحیح ملک صاحب معلوم میشه و نه آقای خاکانداز دی چلتا نرید لیدی ای امام است دیگه ای امام شان است یعنی امام شان از بینمی وضعیت اینمی جا حمام میکنه در کالی طول لندسی میدی در خونه چی پراوه نریدی در خونه پراوه نریدی پرا چه پاسو انو بالا شیان گرد تر لندسو تر توسان و تر نالی افوری منگر خونه مش چه تا خبر ندی ور کردی سو ولی خبر مام سوک ولا کاوری ورور پاک خبر سرکو نه و خبر مسوک نه آوری سری اوزیت وارسم منگر اوزا و علام آغام خب بیا توکل به خدا بیننده های عزیز دیدین که بچی وضعیت اینجا زندگی میکنن یک اتاق و حمام و اینی است جایی که دیگ کاسه پخته میکنن آشپزخانیشان است دینمی وضعیت اینجا ناگزیر هستن که شب روز خدا پیش ببرن گزارش ما ادامه داره همین مسجد بود ملک صاحب؟ آه دلتا مود جمعه المنز کهو دلتا دا غذای چه دیده دا جمعه المنز مرز دلتا کهو انو دام پا نقشه کرالی نو بلای او نراو نو بلای وقت ندی ور کردی نو دا جمعه دل منزه دا پار مرز دایم واس نلرو انو زیاد خلق مخرجدم نو پا دا مجدتو که بس چه بلار سوام وای وای رو رو خپل مجد تس لری دلتا سکوی چه رازی انو زیاد خلق منو خرجدم نو بیا مسجدی بوده که هموطنای کوچی ما اینجا نماز میخواندن پنج وقت نماز خود ادا میکردن با اینمی وضعیت و ولی میشه که اینجا بسیار نمناک بوده تر شده بیخی ولی الان هم مکتب در سرک رفته هم مسجد دوار در اولار هم مسجد متلاله دی هم مکتب لاله دی پدی دقیقی که پدی نقشک بله او برمام هم ولازی داغه دی دا برمام هم پا داغه کستا گوره دا برمام دا برمام هم پا داغه کرا اینجا چای آب بوده کاملا نیم دا نقشه رفته که زمین آب استفاده میکردن در تقریبا دا شپرس تا و کور و سا و کور دا برمی سا و بوری از اینمی برمه 500 یا 600 خانه آب آبا شمیدنی می نوشون میگرفتن دا او بزنی بوری کاکا جان خوب هستین جانتان جور است صحت خوب است انشاءالله
شکر خوب است کاکا، صحت خوب است، جانتان جور است، چطور است کاکا جان؟ شکر فضل خدا خوب است، خوب است انشاءالله، خوشحال باشه. خانه خودت خدا سرک نرفته؟ نه سرک نرفته از ما خدا گری با سما نره کلش بردن دکه چه کنیم برای خودشه؟ سعی کتاه لگه، این مهاجات خانه خدا را سعی کتاه کردن، این جون دیمه؟ نه نخلی اقا، بله لگه بسیار گفت من نیر ندارم، ما این خودمون که مریضم کارم خرابه بیخی دیگه سه کوچه هم عملیات شده که سکار افتادم سفاری افتادم. بله بخیر خوب شب این کاکا. خوشحال باش. کاکا خودت چطور هستی؟ والله من خود با خوب هستم انشاءالله. از شما خانه تان در سرک نرفته؟ نه نرفته. نرفته؟ از شما رفته کاکا؟ نه نرفته. من گفت چپا شده برام مرا چپا کرده بروره اولی یک اولی دارم چهار پنج خونه بگرده چپا شده. میفهمم جگر خون هستین، از همسایه تان رفته، از مسجد تان رفته در سرک، مکتب تان رفته، آدم جگر خون میباشه؟ کلش رفته خواهر خود. نقشه بود دکه نقده این نقشه را کی دور داده میتونه؟ هیچ کس. این نقشه کانون است. بله. که امی دغه مردوم وطن باشه مو ایوان خود زمین ساکی خو می ته ژوند تیر نه میکنه. ما دیدم امرای ملک صاحب داخل رفتم، داخل دیدم وضعیت خانه را دیدم، والا واقعا بسیار سخت است. او او کی الله کرده بم میشه دغه، بل الله تعالی صبر کردم ان شاء الله، بلکی خدای پاک وعده و زمونه خدمت کرده، بلکی یک زمین جای ما را بده و الله مهربان بس و رضای ما را بلکه خدا باشه قبول کنه بس انشاءالله تعالی. ما خونمی بایی سال سال تا بایی یادی ما میشیم یک نخونه یک بلیش زمین هم ندارم بس. شما مردم؟ او شما اگنن تا یلمن ما زیاد گزاره کردیم نوونچی دیشتیم این کوشا بودیم بلا. بله. او نگو رب خیر میخوایم شما هم بری ما دعا بکنه که الله تعالی چی بچه ما دیده خواب ایرمیتر که بس که زده چی باران با امر خدا سر ما دیوانه شدن که جای ندارن تو باور بکنم که گل همی بشتوکای ما روونه تی خانه دیگه چی کنی خود بس دیگه پای ما خلاصه بالا خود که الله کرده با ممیشی بس بخیر باشه که کشم بخیر باشه زنده باشه زنده باشه. این هم صحبت های هموطنان کوچی ما است که در اینجا زندگی میکردن. ملک صاحب تشکر، بخیر باشین، زنده باشین. خب بیننده های عزیز، از اینمی قسمت تخریب شروع شده و سرک دیگه از اینجا زنو خود چارایی قنبر شروع میشه که وصل میشه به اینجا دیگه متدامیش تا بند قرغه. دیگه در آغاز برنامه گفتیم که اینجا این طرف بکلاید نمیته، گفتیم که چی است، این زمین ها غصب شده بود و حالا پس دوباره گرفته شده از پیش از اینا، ولی گپ و گفت خود اینا هم دارن. میگم ما سالا اینجا زندگی کردیم، حالا باید برای ما جای در نظر گرفته شده که کوچی هستن دیگه. کوچی ها خانه شما بود اینجا؟ همین خانه تان بود؟ خب نگه از یک ولایت به دیگه ولایت میرن، یعنی جای ساکن نیستن که یعنی بوده باشن و اینجا برای همیش باشن که برای اینا زمین داده شد و خانه داده شد تا زندگی خود پیش ببرن. کوچی از نامش پیداست که از یک جای به دیگر جای کوچ میکنن، بالاخره میرن مسکن گزین میشن، برای همیش یک جای ساکت نیستن، سکونت ندارن. خب از شما هم تشکری میکنیم که تا این لحظه بیننده بودین و ما ناگزیر خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد که در خدمت قرار میگیریم یا گزارش بعدی که در خدمت قرار میگیرم همه شما را به خداوند یکتا امانت میسپارم. موفق سربلند باشین، خدا نگهدار.